با نام خداوند بخشنده و مهربان، بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجمع خبری این ساعت از شمشاد. امروز جمعه 20 میزان 1403 که برابر است با 11 اکتبر سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. برگزاری جرگه قومی پشتون ها در خیبر. این جرگه قومی با وجود تمام مشکلات و موانع امروز برگزار شد. خواست ها برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل. حکومت عدم واگذاری این کرسی به امارت اسلامی را جفا در حق مردم افغانستان می خواند. و کشته شدن حدود 20 تن در یک حمله مسلحانه در پاکستان. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. جرگه قومی خیبر با وجود تمام مشکلات و موانع برگزار شد. صدها هزار تن از پشتونها و اعضای جنبش تحفظ پشتونها در این جرگه اشتراک کردند. سه ماه پیش جنبش تحفظ پشتونها برای عدالت و انصاف از برگزاری این جرگه خبر داده بود. هیچ کله نه پر شاکېږو. دا وطن تر ځناور پورې راته سوي دي. په دې حالاتو کې پر شاکېدل یعنې دا بېغلطوبي نه یې کوو، یو یې نه کوو. کلک ورته ودرېږو، سرونه ځي، پروا نشته دی، سرونه ټیټوو نه. ناکامي مو هم قبوله ده، خو غلامي و ټیټ سر مو نه دی قبول. په دې خاوره باندې دا مونږ نشو کتلی چې دا څه روان دي. د دې په خاطر به ټول راپاسو. اور له راغلي وه، هغه پخوا به یو د بل کوره اور سره وړی، وای د کور مالک شو. پنجابی خو په هغه باندې راغلی و، خو ځان یې مالک واچوو. نو دا پنجابي لاس ایستل اسانه دي. نه موږ دی نور برداشته وو، او هغه د مروتو د پولیس مطالبه چې ده، هغه مطالبه دا ده چې پنجابی زما د وطنه که فوجي یې، که پولیس یې، که افسر یې، که چیپس یې، که چی یې، که جج یې، که کار څوک یې، که بل یو مردار خور پښتون د دوی سره ملګری دي، زما د وطنه دي وځي. ټول پښتانه را روان دي، دا باید د ټولې پښتونخوا سرنفتکار په یو ځای بلاک کړي. او ته به وایې چې که داسې قدرمند پاسپورټ یې هم دی، څوک په نستي در سره کښېني، خو چې ده پاسپورټ چاته ورکاره کړي، څوک نستي نه درسه. امارت اسلامی بار دیگر از سازمان ملل خواست تا کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت سرپرست واگذار نماید. به گفته مقام ها این کرسی سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی حق امارت اسلامی است و از خود برای تادیه باقیداری عضویت افغانستان در این سازمان نیز آمادگی نشان دادند. مقام ها میگویند که در این کرسی به غیر از نماینده امارت اسلامی حضور کس دیگر معنا ندارد و آن را مانع بزرگ در کار تعامل مثبت با سازمان ملل می خوانند. در 84مین نشست کمیته مشارکتی سازمان ملل درباره حق رای افغانستان بحث شد و این حق یک بار دیگر رد شد. در واکنش امارت اسلامی از سازمان ملل در پیوند به عدم واگذاری این کرسی به نماینده حکومت سرپرست انتقاد کرده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر از سازمان ملل خواسته است تا کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت سرپرست بسپارد و عدم سپردن آن را جفا در حق مردم افغانستان خوانده و آن را مانع بزرگ در کار تعامل یاد کرده است. په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې د ګډون حق د اسلامي امارت دی او آماده دی چې معمول د عضویت بقایجات تادیه کړي. د افغانستان په چوکۍ د اسلامي امارت د استازو پرته د بل چا شتون معنی نه لري او ملګرو ملتونو سره د مثبت تعامل په لاره کې
لوی خند ده. تعلیق حق رای افغانستان در سازمان ملل در حال روی داده که از 3 سال بعد این سو کرسی افغانستان در سازمان ملل به یک مسئله جنجالی مبدل شده است. حکومت سرپرست عدم سپردن این کرسی به حکومت سرپرست را بر اساس واقعیت نمی دانند. اما پرسش اینجاست که چرا از 3 سال به این سو کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی سپردن شده است؟ و امارت اسلامی افغانستان هم باید در مورد مکاتب و پوانتون ها و کار خانم ها عاجل تصمیم بگیره تا ای بهانه را که سازمان ملل متحد همیشه صد رای ما میدانه ای از بین بره. شماری از کارشناسان میگویند بر اساس قوانین بین المللی ملت ها حق دارند تا برای خود نظام های ایجاد نمایند. آنان تاکید دارند که سازمان ملل کرسی افغانستان در این سازمان را به امارت اسلامی بسپارد و نماینده آن را به رسمیت بشناسد. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د رای حق باید افغانانو ته وسپارل سي. یو بې هویته نامعلومه کس د افغانستان استازوالي نسي کولی. د افغانستان استازوالي د افغانستان پولیس او د افغانستان نننۍ حاکمیت باید وکوي. افغانان نن یو مسؤل نظام لري چې د هغه تر سیوري لاندې ژوند کوي. بناءً د ملګرو ملتونو د چوکی سپارل افغانستان ته او د افغانانو د هغه څخه د رای کارول او د نړیوال ټولنې په وړاندې باندې د خپلو مسؤلیتونو اجرا کول دا د افغانانو حق دی. امارت اسلامی برای احراز کرسی افغانستان در سازمان ملل سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر را معرفی کرده است، اما از سوی سازمان ملل پذیرفته نشد. حق عضویت افغانستان در سازمان ملل سالانه حدود $200,000 می شود که پیش از این از سوی وزارت امور خارجه حکومت پیشین پرداخت می شد. به مناسبت از روز جهانی دختر، سازمان ملل تحصیل را حق اساسی دختران خوانده است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان با نگرانی از محدودیت تحصیلی دختران در افغانستان از حکومت خواهان تأمین این حق شده است. از سوی دیگر کارشناسان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا خواست‌های مشروع مردم و جهان را بپذیرد و به محدودیت تحصیلی دختران نقطه پایان بگذارد. 11 اکتبر مصادف است با روز جهانی دختر. نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان در اعلامیه از حکومت سرپرست خواسته است تا در تصمیم خود درباره تعلیم دختران تغییر بیاورد. روزا اتومبایو و رئیس یوناما در افغانستان در این اعلامیه گفته است که از 3 سال به این سو از سوی حکومت سرپرست بر تعلیم دختران محدودیت وضع شده و این کار جلای پیشرفت افغانستان را گرفته است. ما در افغانستان این روزی با ارزش را در خاموشی تجلیل می کنیم. حکومت سرپرست دختران بالاتر از 12 سال را از 1120 روز به این سو از رفتن به مکاتب منع کرده است. ما از مقام های حاکم یک بار دیگر می خواهیم تا در این تصمیم خود تغییر بیاورند. این تنها برای دختران نه، بلکه برای خانواده ها، اجتماع و تمام کشور به مانع ضایع کردن فرصت ها بوده است و با گذشت هر روز زندگی زنان و دختران متاثر می شود که این کار ثبات و صلح دائمی را در افغانستان به چالش می کشاند. حکومت سرپرست گفته است که درباره تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم به فیصله علما و رهبر امارت اسلامی منتظر است و این محدودیت را دائمی نمی خواند. مرکزی ویان صبر مجاهد مولی صبر بر وضاحت کرده و موږ په غیبان اکتفا کوو او تر امر رسانی پورې به معطل وي. اما متعلمین از حکومت سرپرست میخواهند تا محدودیت های وضع شده در این بخش را رفع نماید و برای تمام زنان و دختران زمینه تعلیم و کار را مساعد نماید. غوښتنه مې د اوسنۍ حکومت څخه دا ده چې ژر تر ژره د نجونو د ښوونځي او د ښځو د کار په باره کې یو تصمیم ونیسي تر څو نجونې وکولی شي خپل زده کړې وکړي او ښځې خپل کار ته ادامه ورکړي. کارشناسان نیز از حکومت سرپرست خواست دارند که بر اساس اصول شرعی دروازه مکاتب و پانتونها را بر روی دختران باز نماید و مسئولیت ملی خود را در این عرصه ادا نماید. برام په اصل که خپل امارت اسلامی چارواکی هر سرت مسئولیت نداری د خپل اولاد د خپل انجون د خپل اطباب په هر کس دوی باید تعلیم وکړي، دوی باید ګوټلې ګامونه پورته کړي او میکانیزم ورته جوړ کړي او شرایطو ته برابر کړي که کوم مشکل په نړیواله کچه یا کوم بل سیاسي راز په دې کې بیا هم دی مسئولیت لري چې د پرافه کولو کې باید ګامونه پورته کړي، یو لاره د حل ورته پیدا کړي، یو بل الټرناتیو باندې باید کار وکړي تر هغه چې دا یو غټه ستونزه ده. د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه پیام نه لري، دا راتلونکي نسل لپاره خطر ده او همداسې افغانان به بیا په راتلونکي کې د
گاوندیان و د سیم یادو احتیاجی. سازمان ملل میگوید نسل امروز دختران به صورت غیر متناسب از تغییرات اقلیمی، خشونت، ناداری، تنش‌ها و نقض حقوق بشری شدیداً متاثر شده اند. کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی شبکه روشن در ولایت بلخ دو برابر افزایش یافته است. مسئولین این شبکه هدف از این کار را افزایش خدمات مخابراتی می‌خوانند. از سوی دیگر باشندگان مزار شریف از 4G شدن خدمات اینترنتی استقبال می‌کنند و خواهان گسترش این خدمات در محلات دورافتاده این ولایت هستند. این مراسم به هدف آگاهی دهی مردم از خدمات 4G شرکت مخابراتی روشن است که مردم در آن گرد هم آمده اند. مسئولین این شرکت مخابراتی میگویند که از این پس به بهای کم و کیفیت بالا خدمات اینترنتی به مردم ارائه خواهد شد و در سال آینده خدمات مخابراتی خود را کیفیت بالا در تمام ساحات کشور گسترش میدهد. شجاع تشکر کمپانی مخابراتی روشن بعد از 23 سال گذشته خدمات انکشافی زیاد داشت و چندین ماه قبل ما تا یک محفل رسمی خدمات مخابراتی روشن را در ولایت مزار شریف یعنی بلخ فعال نمودیم و خوشبختانه طوری که شما میبینیم امروز ما یک برنامه آگاهی عامه برای جوانان و جوانان و مردم شریف مزار شریف داشتیم که شما میبینیم بیش از یک لک نفر در اینجا جمع شده که این علاقه‌مندی از این نشان میده که کیفیت ما در سرتاسر مزار عالی است و ضمن از این برنامه انکشافی ما داریم برای سال بعدی که تمام ولسوالی غریجات و تمام نقاطی که نتنا در مزار شریف در تمام افغانستان است و خدمات 4G انشاءالله ارتقا خواهد یافت. از سوی دیگر شماری از باشندگان مزار شریف از 4G شدن خدمات مخابراتی استقبال می کند و در کنار خواست برای کاهش بهای اینترنت خواهان گسترش این خدمات در ولسوالی و سایر مناطق دورافتاده این ولایت هستند. خیلی خوشحال هستیم از اینکه اینترنت روشن 4G شده در شهر ما و ما خوشمند هستیم که از این کردم توسعه بتن سرعتش بالاتر برن گرچند سرعتش واقعا عالی است. اما خواست ما این است که در قسمت بسته ها و قیمت های اینترنت زیادتر کار بکنند. توقع تمام مردم افغانستان همی است که شرکت های مخابراتی صادقانه باید خدمات خود بهتر بسازن و کیفیت اینترنت خود بالا ببرن و در کنارش سر نرخایشان هم تغییرات بیارن، یعنی نرخ پایین شود، کیفیت بالا بره و خدمات زیادتر شود. بر اساس معلومات شرکت مخابراتی روشن با آنکه از 3 دهه گذشته در افغانستان فعالیت میکند اما مردم خواست دارند تا در قیمت بسته های اینترنتی از سوی این شرکت کاهش بیاید. در ولایت کندهار نسبت به گذشته امسال فارم های پرورش ماهی افزایش یافته است. فارمداران خواهان همکاری حکومت در بخش افزایش این فارم ها و پرورش نسل ماهی هستند، زیرا به گفته آنان جلو واردات ماهی با این کار گرفته خواهد شد. مسئولین محلی می افزایند برای رشد کاربار پرورش ماهی در این ولایت سال آینده به ارزش 15 میلیون افغانی اتاق تولید نسل ماهی را ایجاد می کنند. عبدالولی در ولسوالی جره ولایت کندهار یک فارم بزرگ ماهی دارد که به گفته او با سرد شدن هوا بازار فروش ماهی بیشتر می شود. او می گوید که فارمداران در ولایت کندهار هر سال بچه های ماهی را از پاکستان وارد می کند و پس از بزرگ شدن به فروش می رسانند. اما به گفته او هرگاه حکومت و مؤسسات در بخش پرورش ماهی با آنان همکاری نماید، این ولایت در بخش گوشت ماهی به خودکفایی می رسد. دولت خوب گوشتن است سره در مویسات چه مشت لر پاملران او که چه بوس پیستله بنده زیات مایان چې د پاکستان سره زی د اغل پاکستان سره نشي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان مایان په شمال ورسیږي کور چې چانه دې دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسی دولت یو څه پاملرنه ورته وکي یو څه موسسات چې زمينه سازي ورته وکي یو څه کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي یو خوراکه ور کړي د شی مې ور کړي نو برابر د پاکستان سره نه راځي نو خپل ملک مایان بموي نو به ډیر شي اقتصادي به تمام سي او خپل ملک شی بموی. مسئولین انجمن فارمهای ماهی در ولایت کندهار می افزاید که در این ولایت بر اثر بارندگی های سال گذشته 25% فارمهای ماهی افزایش یافته است و شمار آنها از 152 به 182 فارم رسیده است.
به گفته آنان هرگاه حکومت آب را مدیریت نماید، نسل ماهی های وطنی افزایش می‌یابد و دیگر به ماهی های بیرون از کشور نیاز نخواهد بود. سش کال تر تیر کلو پرتلا مایان پش حالت کدی. او تعدادیم در تیر کال پرتلا در پرمون اضافه سودی. وجه داده چه تیر کال شبارانو نوست بلا زکر در اوبو سطح او چه اندازار الورس بود. دولت سم دا غشتنه دا در طول لمره دی باید اوبا مهار کی. آقا کچکریمونی کمیانه بندونه یا کغت بندونه دی باید اوبا را وگرزی یا چه در مزی که در اوبا سطح را پورت سین و امید لارو چه بیرته دا در مایان و پرمون اضافه سی. از سوی دیگر مسئولین ریاست زراعت و مالداری این ولایت میگوید که در حال حاضر فارم‌های ماهی در این ولایت 25% نیاز این ولایت به گوشت ماهی را برآورده میکند. سخنگوی این ریاست میگوید آنان پلان دارد در ولایت کندهار برای رشد ماهی در آینده به ارزش 15 میلیون افغانی اتاق پرورش ماهی را ایجاد و در یک ماه از 50,000 الا 60,000 ماهی تولید خواهد شد. پکندار کې د ماهیانو د فارې ماهیانو روزونکو لپاره وشه زیری دادی چې پکندهار کې د 15 میلیون افغانۍ ارزش باندې یو غټه هچری یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې دغه روزنی څخه به تقریبا د 50,000 څخه تر 70,000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي. در ولایت کندهار در حال حاضر 3 قسم ماهی گراس، سلور و کامن پرورش می‌یابند که از فارم های این ماهی ها امسال 2500 کیلوگرم گوشت تولید خواهد شد. طوفان و بادهای شدید در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به شماری از خانه ها خسارات مالی وارد کرده است. افراد متضرر میگویند با آن که از سوی حکومت با آنان کمک صورت گرفته است، اما این کمک ها را کافی نمیدانند و خواست دارند تا اداره های کمک رسان از آنان دستگیری نمایند. مقام های این ولایت اطمینان می دهند که از افراد آسیب دیده دستگیری بیشتر می نمایند. این ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا خانه های است که بر اثر طوفان و بادهای شدید خسارت دیدند که شماری از آنها تخریب و یا هم به صورت کامل ویران شدند. باشندگان محل می گوید بر اثر این طوفان به شمار زیادی از باشندگان این ولسوالی خسارت وارد شده است. دا کورونا رنگ دی اوس موږ دیلای دی اوس چا داسې مرسته نه دی کړی چې موږ د کورونا بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کومه خاصه مرسته نه دی شوې چې مالی مرسته شي یا کومه بله. شماره از افراد آسیب دیده این ولسوالی میگوید که این طوفان به آنان خساره هنگفت مالی وارد کرده که به گفته آنان در بخش سرپناه و مواد خوراکی با مشکلات زیاد مواجهند. آنان از حکومت و اداره های کمک رسان می خواهند تا به آنان کمک های عاجل نمایند. والا نصب هر ولایت انسان ده ضرورت و دیار شل رو. او پلا نو ده ضرورت چې ده ضرورت وکسا ده به مو به مو نه وکسا په تیر شدا مټه ده چې تر مې دا وکسا ټول ده ده ضرورت ټول رو. ولی زینو نه خو ارزو کې حکومت زوی راغلی ده وخت دې چې چې وکس خپل چې حکومت لري لور ده داس دل کله کله بيخي چې بمبور وسی خشي داسې حساب شوه داس بنه وې د ټپون وې چې ولا چې بمبور یو کده سی وطن خوران کی. از سوی دیگر مقام های محلی می گوید که با خانواده های آسیب دیده بر اثر این حادثه طبیعی کمک نمودند و هنوز هم تلاش دارند که در چوکات مؤسسات کمک رسان به مردم بیشتر کمک رسانی نمایند. به وقت موږ سیمه ته رسیدگی وکړه، هلته مو خوراکی او غیر خوراکی توکي خلکو ته ورسول. خلکو لاسنیوای مو په خپل وخت وکړه او له دې نه وروسته مو د بیلو بیلو موسساتو تیمونه جوړ کړل چې په ساحه کې سروي وکړه او هغه سروي مو تېره ورځ تکمیل شوی په دغه لنډو کې به انشاءالله هغو خلکو ته توضیح هم پیل شي. چند روز پیش در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا در کنار زخمی شدن مردم و مواشی به مردم خسارات مالی نیز وارد شد و حدود 30 خانه تخریب و ویران شدند. به دلیل نبود کتابخانه های معیاری و نمایشگاه های کتاب، علاقه جوانان به مطالعه در ولایت بادغیس کاهش یافته است. شمار از جوانان این ولایت از حکومت میخواهند تا برای ترویج مطالعه نمایشگاه های کتاب را راه اندازی نماید. از سوی دیگر مسئولین میگویند که به هدف رشد مطالعه کتاب های زیاد را خریداری کردند.
متاسفانه حالا بیشتر بگم مشکلات اقتصادی سبب شده از اینه که ما راه مطالعه را رها بکنیم و با مطالعه بالاخره بر راهی که مثلا ما بتانیم درآمد پیدا بکنیم و با اقتصاد فامیل ما همکاری بکنیم را آوردیم و بیشتر دلیلی که بالاخره ما فعلا نمیتونیم مطالعه بکنیم ذهن ناآرام داریم و طبعا مطالعه برای مطالعه کردن باید ذهن آرام باشه. جوانان را از مسائل دیگر همچون صفحات اجتماعی همچون از برنامه‌های که اونا به اصطلاح عام مزخرف باشه برنامه‌هایی که ناپسند باشه در صفحات اجتماعی از اونا جلوگیری بکنه و مطالعه را بیشتر در واقع اوج بده و جوانان روز به روز تشویق بشن. متاسفانه طی چند سال ما شاهد نمایشگاه کتابخانه خیابانی در ولایت بادغیس نبودیم. خواست ما این است که ارگان‌های مربوطه، نهادهای آموزشی باید نمایشگاه مطالعه خیابانی را راه اندازی بکنه در ولایت بادغیس و مردم جواب خصوص جوانان را دعوت بکنن برای مطالعه تا بتونیم ما یک فرهنگ شوه، فرهنگ کتابخانی در بادغیس ترویج شوه. خواست ما از امارت اسلامی و مسئولین اطلاعات فرهنگی است که نمایشگاه خیابانی برگزار شوند که تا ما بتونیم تمام مردم دنیا اشتراک کنند، چون که دیگر ولایت‌ها هم ما در صفحات می‌بینیم که نمایشگاه خیابانی وجود داره، متأسفانه در ولایت بادغیس هنوز وجود نداره. خواست ما است که از مسئولین این نمایشگاه را هم برگزار کنند. او په وختو باندې موږ نمایشونه کړی دی د کتاب د مطالعه د ترویج لپاره، او وزارت هم د دې لپاره خریداري کړې د کتابونو چې په ډېر لنډ وخت کې به موږ ته کوم ضرورتونه چې موږ کوم کتابو ته لرو هغه هم راورسیږي. ادامه خبرها با چند خبر از جهان. حدود 20 کارگر معدن زغال سنگ در یک تیراندازی در پاکستان کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در حمله مسلحانه بر کارگران معدن زغال سنگ در جنوب غرب پاکستان به شمول 4 کارگر افغان حدود 20 تن کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولین امنیتی پاکستان گفتند که این حادثه در منطقه دوکی بلوچستان روی داده است. با این همه تاکنون هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که روز دوشنبه بر اثر انفجار موتر بمب بر کاروان موترهای انجینیران چینایی در نزدیکی میدان هوایی کراچی به شمول انجینیران چینایی 20 تن کشته و زخمی شدند. در حملات تازه اسرائیل بر غزه و لبنان 10 تن شهید و زخمی شدند. وزارت صحت لبنان خبر داده است که در نتیجه حملات تازه هوایی اسرائیل که بر شهر بیروت انجام شد حدود 22 تن شهید و شماره هم زخم برداشتند. بر اساس این خبر اسرائیل در بیروت بر دفتر سازمان ملل نیز حمله هوایی انجام داده است و 2 کارمند حافظ صلح این سازمان را زخمی نموده است. با این حال در کمپ جبالیه غزه و شمار مناطق دیگر غزه اسرائیل در 24 ساعت گذشته حملات هوایی انجام داده که در نتیجه آن 63 تن شهید و 10 تن دیگر زخمی شدند. با این همه شماری از محققان سازمان ملل گفتند که اسرائیل با تعهد کامل به نسل‌کشی در غزه ادامه داده است. و طوفان در امریکا جان ده‌ها تن را گرفته و میلیون‌ها تن دیگر را بی‌جان نموده است. ایالت فلوریدا این کشور از 3 روز به این سو شاهد طوفان میلتن است که تاکنون جان 16 تن را گرفته و میلیون‌ها تن دیگر را مجبور به ترک خانه‌هایشان نموده است. اداره هواشناسی آمریکا گفته است که طوفان همراه با شمال‌های شدید، سیلاب‌ها و لغزش زمین ده‌ها خانه را ویران کرده و مردم محل خسارات هنگفته مالی دیدند. این طوفان مناطق فلوریدای مرکزی، تمبا و مناطق ساحلی فلوریدا را شدیداً متاثر نموده است. بیننده‌های گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهیتان. بقیه اوقاتتان خوش. الله نگهدار.